طرف اسپمر تاسکه. تاسک هم خیلی هیرو رو مخیه، من تاسک رو بند میکنم، میزنم که بند بشه حداقل. بند نشد، من میخوام برم چون شک ندارم پیک میکنم. بیا بند شد، همین الان مثال زنده زدم واسه تون. حالا دیگه چه هیروهایی دارن؟ همین که تاسک بند شد من الان خیالم راحته. طرف احتمالاً هوسکار بره، نظرتون هوسکار میشه ساپورت رفت؟ من میترسم هوسکار ساپورت. هوسکار ساپورت رفت، گفتم هوسکار میره. سلام بچه ها، مرسی که دارید این ویدیو رو نگاه میکنید. من پرژیان پیکسم، معمولا رول 4 و 5 توی دوتا بازی میکنم. ممنون میشم صفحه اینستاگرام، یوتیوب و تویچ منو فالو کنید، همه لینک ها پایین هست. چند تا نکته خواستم بگم همین اول ویدیو. اول اینکه لینک دانلود برنامه توی دیسکریپشن هست، حتما چک کنید پایین این ویدیو رو. بعد من اومدم همه قسمت های تقریبا همه قسمت های این برنامه رو واسهتون تحلیل کردم، بهتون آموزش دادم که چه جوری از برنامه استفاده کنید. مثال زنده زدم واسه تون، دیدید که دوتا ایرو بند کردم. و در کل سعی کنید اسکیپ نکنید، چون توی تمام این تایم ویدیو من نکته هایی گفتم که به دردتون میخوره. پس کامل همه ویدیو رو نگاه کنید، به اشتراک بذارید، سابسکرایب هم یادتون نره. چند تا سوال رو من جواب بدم. اولا اینکه نه، شما بند نمیشید با استفاده از این برنامه، چون این برنامه کاملا قانونیه و داره از سایت دوتا باف استفاده میکنه. سایت دوتا باف هم معمولا دوتا بازه باش آشنان، واسه تحلیل مچ و نمیدونم پروفایل و اینا استفاده میشه. پس چیزی نیست که بگید نه این رفتار آن پروفشنالیه یا چیزی. ای به شما میتونم بگم آره، اگر شما یه جورایی وابسته میشید به این برنامه، اگه نباشه اسم میکنید که دیگه من الان چی پیک کنم، چی رو بند کنم، اگر اونا اسپمر باشن چی، اعتماد نفستون ممکنه یکم بیاد پایین. این چیزی هست که واسه من پیش اومده دیگه، چرا دروغ بگم بهتون. ولی در کل چیز خوبیه، شما اگر اسپمر بخوره بهتون خب میفهمید و خب میتونید بند کنید و هیچ کار خلافی هم نکرد. این یکی دیگه این که دوتا پلاس شما نیاز ندارید توی دوتا بخرید، این برنامه همه میتونن رایگان استفاده کنن. فیلتر هم فکر نمی کنم باشه. این برنامه رو هم میتونید توی آلپیک، توربو و رنگ و حتی بتل کاپ استفاده کنید. یادتون باشه من هر روز استریم میکنم، پس توییچ من رو داشته باشید، اینستاگرام هم داشته باشید و واقعا ممنون میشم اگر به صورت کاملا رایگان این صفحه یوتیوب رو سابسکرایب کنید. ممنونم، دمتون گرم، امیدوارم همه گیماتون وین بشه و بتونید از این برنامه استفاده خوب کنید. سلام به همه بچه‌هایی که دارید ویدیو یوتیوب رو نگاه میکنید. به نام خدا. آره به نام خدا. من پرشین پیکسم و امروز اومدیم آموزش برنامه دوتا پلاس رو براتون ریکورد کنم و بهتون بگم که چجوری میتونید هیروهای عریف رو ببینید، ببینید چه هیروهایی اسپم میکنند، بازی های قبلیشون چی بوده، واسه شون نوت اضاف کنید که اگر بار بعدی مثلا یه نفر ویند و خوب پلی داده این گیم، من اضاف کردم گود ویند، حواسم باشه اگر اومد دشمنم شد بار بعدی ویند و همون اول گیم بند کنم. خیلی کارا میشه با این برنامه کرد، خیلی قسمت های مختلف داره. لینک دانلود واسه تون میذارم توی دیسکریپشن پایین همین ویدیو، حتما چکش کنید. اولین چیزی که باید توضیح بدم اینه که شما اگر توی پروفایلتون، اگر توی قسمت سوشال اکانتتون این اکسپوز پابلیک مچ تیک نخورده باشه، کسی نمیتونه اینجا پروفایلتون رو ببینه. یعنی اگر کسی این برنامه رو داشته باشه نمیتونه ببینه. مثل اینجا اینا که زدن پرایوت پروفایل، اینا همشون پرایوت هم، ولی اگر پابلیک باشن، پابلیک باشه پروفایلتون میتونن ببینن. پس اگر دیدید بعضیا زده پرایوت پروفایل یا حتی خیلیا شده مچایی که همه پرایوت بودن، این دیگه شانستونه دیگه. ولی خب اکثر مچا هستن، میتونید ببینید. مخصوصا این برنامه توی بتل کاپ خیلی استفاده میشه، تقریبا همه اونایی که بتل کاپو میبینه هیروهاتونو خیلی سریع بند میکنن دارن از این برنامه استفاده میکنن. حالا اولین قسمتی که میخوام توضیح بدن اینه که شما روی اسم کسایی که پرایوت نیستن، اونایی که پرایوتن که دیگه هیچ کارشون نمیشه که اصلا با اونا هیچ کار نداره، ولی اونایی که پرایوت نیستن اگر موس رو بیارید روی اسمشون، اینجا مچای قبلیشون رو میزنه. مثلا این 45 دقیقه پیش با نایت برده، خب
کل این مچاش هست دیگه، تاریخ زده، کیلاشون رو زده، زده که در چه حدی در چه رنکی بازی کردن اینجا. خب بعضی ها اومده کانتریشون رو زده توی چه کشوری هن. من دیدم کسایی که واسه ایران بودن و دیگه اونجا میفهمی طرف ایرانیه، رو خودتون نمیارید. وقتی ماوس رو میارید روی اسمشون، اینجا چند تا آپشن واسه تون میاره که شما میتونید پروفایلشون رو خیلی دقیق تر ببینید. مثلا اگر روی آپشن دوتا باف کلیک کنید، حالا امیدوارم باز شه اینجا و شما ببینید پروفایل طرف رو مستقیم توی دوتا باف میاره و شما میتونید کامل پروفایلش رو ببینید، ببینید چه رولی بازی میکنه. مثلا این دوستمون الان 87% گیماش کور بازی کرده، خب بعدش آفلین، مثلا تو این گیمی که با هم رفتیم آفلین. و دیگه میتونید ببینید با چه هیروی بیشترین مچ رو داشته، با میپو بیشترین مچ رو داشته، مثلا میتونید کامل ببینید. ولی اگر میخواید سریع پیکو بند کنید که گیم تازه شروع شده، باید بگم که با کنترل آلت و یه دکمه از سمت چپ شماره 1 که یه حالت خط و یه کلاه آ داره، آلت و اینو با هم فشار بدید، این برنامه میره و میاد الان با این دکمه از به صورت دیفالت. خب به صورت کلی بخواید ببینید تا مچ استارت بشه، شما فقط کافیه ببینید چه هیروهایی اونا اسپم کردن. معمولا مثلا این هیروهایی که بیشتر اسپم میکنن و کلن میاره اول، مثلا من بیشترین هیروهایی که باش رفتم اخیرن رو میاره اسنپ فایره، بعدش پاجه، بعدش اوگره. خب و میتونید سریع ببینید که این یارتون یا حالا حریفتون چه هیروی اسپم کرده، چه هیروی باش خوبه و اینا، که سریع اول گیم بند کنید. ولی اگر میگم جزئیات بیشتری خواستید میتونید روی این دکمه کلیک کنید و کامل پروفایلشون رو ببینید. این قسمت اول. حالا اینجا میتونید نوت اضافه کنید. من معمولا هر وقت گیم تموم میشه نوت اضافه میکنم. چی اضافه میکنم؟ مثلا یه یاری خیلی نوب بوده، این دست قبلی این نیکسه اسلاردار بود تو تیممون و خیلی هم فید داشت، براش نوشتم فیدر اسلاردار ساپورت. این گیم من باز اومد فید داد، یعنی کلا یوزلس بود. این دیگه میفهمم هر وقت جلوم وایسه طرف نوبه، میتونم برم تو کارش. اگرم یکی خوب باشه، مثلا این جاگرنات خوب بود، ویندم خوب بود، واسهش اینجا فقط کافیه یک کلیک کنید هرچی بخواید بنویسید. واسهش نوشتم گود ویند، مثلا خب ویند رنجر خوبی بازی کرد که اگر توی بازی بعدی افتاد جلو، من این نوته رو میبینم که سری که نوشتم گود ویند، سری ویندو بند میکنم که دیگه نتونه دهنمون رو سرویس کنه چون جلوم افتاده. اینم قسمت دیگهش. واسه پرایوت پروفایل ها میتونید این کار کنید، پس چیز خاصی نیست. بعد این قسمت هم که توضیح دادم، حالا این رنگا چی هن؟ این قرمز و سبز ها چی هن توی اینا؟ چرا به صورت نرمال نشون نداده؟ قرمز یعنی که وین ریت طرف با این هیروها کمتر از مقدار معموله. خب مثلا درسته من 21 بار اسنپ فایر رو اسپم کردم اخیرن، خب ولی وین ریت هم به اندازه کافی نبوده، ولی با بین وین ریت هم 67% بوده. 67% خب وین ریت خوبیه دیگه، واسه همین سبز نشون داده. مثلا طرف این من این دست اسفن رو بند کردم، نتونست اسفن بره. اگر اسفن میرفت وین ریتش با اسفن خوب بود، نرفت ولی خب ترول رفت، با ترول نرمال بوده، چیز خاصی نیست که رنگش عوض نیست. مثلا این نایت هم اینجا میگم، آره دیگه این نایت هم خوب بوده باز وین ریتش، این هم 70% داشته. پس این هم واسه رنگایی که میاره. اینجا هم رولو میاره این جلوتر میزنه، اول چند تا مچ داشتین اخیرن، مچ کلی رو نمیزنه، میزنه اخیرن، نمیدونم توی دیسمانس توی یک ماه اخیر رو میزنه. خب چند تا مچ من توی این ماه 12 تا مچ داشتم، 67%ش وین شده، رولم 100% ساپورت بوده، لینم هم میرم 83% مواقع رفتم سیف لین، 17% مواقع هم رفتم آف لین. حالا قسمت بعدی اومده میگه هیرو مچاپتون، که مثلا شما جلو چه هیروهای قوی هستین، جلو چه هیروهای ضعیف هستید. خب اینجا هیروهای خودمونه، اینجا هم هیروهای حریفن. مثلا بین جلو پاش قویه، چرا؟ مثلا نرماله، اینم باز رنگ بندی داره که باز بهتون میگم نرماله. چرا؟ چون مثلا پاش داره شیش میکنه روی یکی، بین خوابش میکنه، خیلی ساده است. خب ولی جلو این ترور خیلی قویه، ترول
خیلی قویه. چرا؟ و با سبز نشونش داده. اگه ماوس رو بیاری روش نوشته 5% بیشتر قویه، خیلی چی میگن سرتره. ماوس رو بیارید روش، اینو زده. و چرا؟ چون مثلا ترول میاد شیش میکنه و اینم راحت میخوابونتش دیگه، هیچ کاری نمیتونه کنه. پس اینم رنگ بندی. حالا بعضی وقتا میبینید که اینا قرمزن. قرمز یعنی که خیلی ضعیف هستید شما در برابر اینا. حالا میرید میزنید گزینه بعدی. اینجا میتونید اگر شک دارید که چی پیک کنید، اینجا میتونید لینتون رو انتخاب کنید. مثلا آقا توی دارید بتل کاپ بازی میکنید، نمیدونید واسه مید چی پیک کنید. اینجا میزنه که چه هیروی میتونید انتخاب کنید. پیشنهادیه، خیلی دقیق نیست که حتما طبق اینا برید، ولی خب پیشنهاده دیگه. همینجوری هم میزنه که واسه تیم دشمن چی میخواد، چی میتونن پیک کنن که ضد شما باشن. شما میتونید بند کنید از این قسمت، مثلا میگن آقا لایکن واسه تون جلوتون خوبه اگه پیک بشه، و شما لایکن رو بند میکن. این طرف هم متا رو زده که مثلا الان چی رو دوره که پیک میکنن. این هم چیز خاصی نیست، اینا هم کانترن، اینا هم چیز خاصی نیست، اینا رو هیچ کاری نداریم تقریبا اینجا. اگه خواستید آها، ولی قسمت دیفالتش اینه که میزنه چه هیروی بیشتر اسپم شده و طرف مثلا چقدر احتمال داره پیک کنه. به ترتیب اینجا زده که چی رو بند کنید، واسه کل تیم دشمنو میگه. خب کاری نداره دونه دونه، واسه کل تیم میزنه. آقا اول احتمال داره که اسفن برن، بعد ویند برن، بعد دیکی برن، اینجوری. ولی این چون کلی فکر میکنم از روی پروفایل بزنه. شما اگر پروفایل رو تکی نگاه کنید انتخابای دقیق تری میتونه داشته باشه. خیلی به این قسمت اعتماد نکنید. در کل تا گیم شروع شد روی واچ هم میشه. حالا ببینید ما بخواییم بریم یک گیم واچ کنیم که مثلا اوکی الان توی این پروفایل توی این چیز بذارید من اینو بیارم کنار. الان ما اومدیم این گیم رو داریم نگاه میکنیم. خب اینایی که تیک دارن پلیرهایی هستن که دیگه مشهورن دیگه، توی تیما دارن بازی میکنن. مثلا میراکل یو میاد اینجا، دندی میاد اینجا، اینا که تیک دارن، کاری بهشون نداشت. در کل مثلا آقا این اخیراً داره با ویند رنجر، میرانا و ارس اسپریت بازی میکنه، 100% دلیل نمیشه که این گیم هم یکی از این ست تا رو بره، ولی اخیراً داره این هیروها رو میره. خب توی این ماه، توی این ماه میزنه. مثلا این زده پاک، وید اسپریت و دث پروفیت. الان پاک رفته، موس هم بیاری روش بازی قبلیشو میبینه. مثلا با پاک رفته، اینجا لوس شده، اینجا لوس شده، اینجا لوس شده. وین ریتش با پاک هم فقط 29%. پس شما اینو جدی نمیگیرید. خب چون لوس داده دیگه، چیز مهمی نیست. احتمالا این دست هم لوس بده چون شاید بازیش خوب نیست. ولی به جاش مثلا اگر توی مرحله پیکو بن هستید، میاید میبینید این ویندش چیزه سبزه، پس بازیش خوبه، یعنی وین ریتش بالا است با وین. پس ویند رو شما میاد بند میکنید. شاید هم این دست بند شده توی اون قسمت رو که پیکش نکرده. پایین تر میاید میبینید زده پنگو، وید اسپریت و چیز دارک سیر. میاید اینجا چیز خاصی نزده که اخیراً چی رفته، ولی اخیراً توی 10 تا بازی اخیرش رو نگاه کنید، وید اسپریت رو مثلا 3 بار میبینید تکرار شده. احتمال داره باز وید اسپریت بره دیگه اینجا. شما وید اسپریت رو میتونید بند کنید. این قسمت اصلی برنامه بود. یه قسمت دیگه که داره اینجا پروفایل و MMR تریکر داره. شما کلیک کنید روش، یه صفحه واسه تون باز میشه، پروفایلتون رو میبینید. اینجا هر بازی که بازی کنید دقیقا بعد از همون مچ میزنه که چند تا MMR ساپورت، چند تا MMR کور به دست آوردید. MMR رو لحظه ای میزنه و مدالتون هم آپدیت میکنه همون موقع. دیگه مثل آخه دوتا یکم دیر مدال رو آپدیت میکنه، ولی این ریل تایم آپدیت میکنه. میزنه که رنکاتون چجوریه توی حالا رولای مختلف یه جورایی، و دیگه همه چی نوشته دیگه. شما موسوی روش کامل زده که چجوریه، در چه حد چقدر اومدی لست هیت داشتی، چقدر کیل گرفتید. این یه جور حالت تحلیل واسه خودتونه اگه میخواید چک کنید. من خیلی چک فقط من فقط واسه این مداله و این که ببینم چقدر MMR از دست دادم و اینا چک میکنم. چیز خاصی نیست دیگه این قسمت. قسمت اصلی که حالا میخواید کار کنید، حالا میرم تو بازی هم باز نشون میدم دوباره، و همینه دیگه. این که ببینید آیا نوتی نوشتید، طرف پرو نوبه چیه، و سری چک کنید ببینید چی اسپم میکنن و با چی وین ریتشون خوبه که سری بند کنید. همین. حالا چند تا نکته دیگه.
اولا این که قبل از این که دوتا رو باز کنید این برنامه رو باز کنید و وقتی که دوتا باز میشه سریع فایند مچ نزنید، یه 10 ثانیه 15 ثانیه وقت بدید که این بیاد رو صفحتون. هر وقت اومد رو صفحتون باز میگم دکمه‌هاش آلت و اون دکمه این آ کلادار سمت چپ یک قبل از یک هست، اینو که بزنید هر وقت این اومد یعنی برنامه آماده شروع است. اینا میتونید تغییر بدید، آلت و اینا میتونید تغییر بدید با کلیک روی اینجا. اوکی، حالا میریم یه بازی تست میکنیم که دیگه ببینید چه جوریه توی عمل. اوکی، الان ما گیم رو فایند کرد، اتوماتیک هم میاد رو صفحه، نیاز نیست، ولی خب اگه نیامد میتونید بزنید. الان داره سرچ میکنه، منتظر همه کانکشن. خب کانکت شدن. ببین تاسک الان اینجا زده که بیشترین چیزو داره. ما اینجا نگاه میکنیم ببینید طرف اسپمر تاسکه. تاسک هم خیلی هیرو رو مخیه. من تاسکو بند میکنم، میذارم که بند بشه حداقل. بند نشد. من میخوام برم چون شک ندارم پیک میکنم. بیا بند شد. همین الان مثال زنده زدم واسهتون. حالا دیگه چه هیرویی دارن؟ همین که تاسک بند شد من الان خیالم راحته. طرف احتمالاً هوسکار بره. نظرتون هوسکار میشه ساپورت رفت؟ من میترسم هوسکار ساپورت. هوسکار ساپورت رفت. گفتم هوسکار میره. ساپورتم نیست، کریه. باید رولشو نگاه، اگه رولشو نگاه میکردم سری پیک میکردم. اشتباه از خودم بود. باید رولشو نگاه میکردم. اگه هوسکارم میرفتم هوسکارم بند میشد. میبینی؟ خب اینجا من چی برم واسه اینا؟ چرا من لست پیکم؟ اتوان میخواد WK بره یا اتوان WK بره؟ نه WK برم ریسک کنم بند بشه. اوکی نه یه بن زنده احتمالا فیسلس وید بره، ولی نمیخوام ریسکش کنم، فیسلس دیگه خوب نیست. احتمالا وید بره طرف، پس من ای هم که گفتید خوبه. دیدی گفتم وید میره؟ دیدی گفتم وید میره آجی؟ من تو این گیم یه هیرو رو واسه اونا بند کردم، یه هیرو رو واسه این بند کردم، میتونستم دوتا هیرو دیگه بند کنم. یعنی اگر هوسکار میرفتم یا وید میرفتم واسه دوتاشون بند میشد. خب برنامه قدرتش اینجوریه، ولی ریسکیه. من شده بارها که مثلا دیدم طرف اسپمره. خب ببینید الان اینجا رو نگاه کنید، یه علامت اسپم اومده روش، یعنی طرف داره هر دقیقه اینو پیک میکنه. خب طرف اسپمر بوده ولی من وقتی پیک کردم یه هیرو دیگه پیک کرده، پس دیگه شانستونه. خب من الان میتونستم 4 تا هیرو بند کنم ولی ریسکی بود، نمیخواستم وید برم بعد طرف پیک نکنه، بعد خب من میشم هارد ساپورتی که وید رفته. خب دیگه همه ریپورت هم میکنن دیگه، هیچ کارم نمیتونستم کنم. گرفتی؟ این قدرت برنامه است دیگه. هم حالا اومدیم تو بازی، اینجا میزنه که مثلا ای جلو کیا خوبه. مثلا الان آلکیمیست اینجاست، منم ای هم، واسه من سبزه، یعنی که من آلکیمیست نمیتونم به فاک بدم. چرا؟ چون آلتیم به فاکش میده دیگه. در کل این قدرت برنامه با مثال زنده، زدش هم میتونید برید دیگه. ولی خب نها کن وقت، چرا میگم بند کنید آجی؟ نگاه این طرف تاسک و هوسکاراشو نگاه کن، 4 تا بازی رفته 6 ساعت پیش. ببین 6 ساعت پیش، 5 ساعت پیش، 4 ساعت پیش، ربع ساعت پیش، 12:00 بوده، 10:10، 12:03. طرف تاسک بازه، طرف تاسک پیک کنه تو دیگه لوزت یه جورای 100%. خب همون بهتر که بند بشه. طرف آفلین داره تاسک میره، باید بندش کنی. خیلی درسته میتونی کانترش هم کنی، ولی کسی که اسپم میکنه یعنی دیگه کل پیچ و خم هیرو رو حفظه. خب تو نباید ریسک کنی که بیای اینجور کسی که حرفه‌ای داره پلی میده رو چیز کنی. آره این ریسک رو نکنید هیچ وقت. اگه دیدید اسپمر دارن وین ریتشون هم خوبه، من شده بعضی وقتا دیدم طرف اسپمره ولی وین ریتش خوب نیست، همش داره لوز میده، گفتم خب فاک بهت دیگه، من چیز میکنم، من اصلا بند نمیکنم، تو پیک کن دوباره لوز بده. وقتی داری لوز میدی من چرا خودم زحمت بدم؟
یه چیز دیگه که می نویسم چیزای دوتا پلاسه، مثلا الان وینده لول 15 است، واسهش می نویسم لول 15 همینجور دشمنامون که بفهمیم چیا اسپم می کنند و اینا. لول 15 وید لول 8 وید لول 8